سلام دوستان، ویدا فلاح هستم، روانشناس و مدرس مهارت‌های زندگی. در اینجا میخوام یه خلاصه ای از محتوای سمینار جذابیت در ارتباط براتون بگم. اینکه درصد بالایی از موفقیت‌های شما در روابطتون و کسب و کار و ارتباط با همکاران و مراجعینتون بستگی به ارتباط مؤثر شما با دیگران داره و میزان قدرت اثرگذاری و جذابیتتون تعیین کننده دستاوردهای ارتباطی و موفقیت‌های شماست. هوش اجتماعی یا توانایی تبادل و تعامل و صحبت کردن و متقاعد کردن دیگران مهمترین هوشیه که میتونید در خودتون پرورش بدید. اینکه یاد بگیرید در ارتباط با افراد در وهله اول چه برخوردی داشته باشید، چگونه حرف بزنید و چه حرفایی بزنید تنها تعیین کننده جذابیت اولیه شماست. ولی چقدر میتونید در بلند مدت جذاب باقی بمونید؟ خیلی از زن و شوهرها میگن ما در ابتدا عاشق هم بودیم و برای همدیگه جذاب بودیم، ولی به تدریج علاقمون به هم کمتر و کمتر شد و حالا حتی تمایل به حرف زدن هم با همدیگه نداریم. اگه مجبور به صحبت با هم بشیم، مثلا درباره یکی از مشکلاتمون، خیلی زود گفتگو تبدیل به جر و بحث و دعوا میشه. راستی چرا؟ در طول زمان چه اتفاقاتی میفته که جاذبه دو نفر نسبت به هم کم میشه؟ من افراد زیادی رو میشناسم که مدام برای ظاهرشون هزینه میکنن، از پوست و موشون گرفته که به آرایشگاه میرن، مواد آرایشی و بهداشتی گرون قیمت استفاده میکنن و لباسهای زیبا و مارک میپوشن و عطر و عطرکلونهای گرون قیمت و بروز رو استفاده میکنن، ولی جذاب و دوست داشتنی نیستن. اینا به نمای بیرونی خودشون بسیار رسیدگی میکنن، ولی از رسیدگی به درون و محتوای ذهنیشون غافلن. فرد مقابل رو جذب میکنند، ولی اون فرد وقتی وارد رابطه با این فرد میشه متوجه واقعیت کم ارزش و غیر جذاب فرد مقابلش میشه. مسلماً چنین فردی رو انتخاب نمی‌کنه و تمایل به وابسته کردن و وابسته شدن به اون نداره، مگر اینکه او هم خودش دقیقاً چنین فردی خالی و کم ارزش باشه که صرفاً با ظاهر جذاب طرف مقابل جذبش بشه. در سمینار جذابیت در ارتباط یاد می‌گیرید چه عواملی باعث جذابیت افراد میشه و چگونه میشه که این ویژگی ها رو در خودمون ایجاد و تقویت کنیم. مهمترین و اساسی ترین اقدامات برای جذاب شدن با افراد مهم زندگیمون چه چیزهایی هستند؟ با چه تمریناتی مهارت های مهم ارتباطی رو برای اثرگذاریمون بالا ببریم؟ و زبان بدن و لحن صدا چه تأثیری در رابطه و گفتگو داره؟ شما میتونید گرم، دوستانه، دوست داشتنی و جذاب باشید. کافیه روش‌های مؤثر و درست رو یاد بگیرید و مدتی تمرین کنید تا این روش‌ها درونی بشن و شما تبدیل به شخصیت دیگه‌ای بشید. یادتون باشه هر چه جذاب‌تر بشید در مذاکرات مؤثرتر عمل می‌کنید و دیگران تمایل بیشتری به کمک و حمایت شما دارن و جذبتون میشن. امیدوارم که بتونید تصمیم بگیرید، برنامه ریزی کنید تا به درونتون رسیدگی کنید و فردی متفاوت و جذاب بشید. موفق باشید.